И веду до нам Россию, и сафоем, сурха тахдиев, и сафоем, сурха тахдиев. تلت کچپلو سند سرایی هستم مادر سه عزیز، حالا کار ندارم، بنده معروفم به مادر قهوه ایران، اولین آخرین فالگیر موتوری در کل ایران، شما عزیزان حالا کار ندارم. امروز یه خانم عزیز درخواست فال کردن برای شوهرشون، من به جایشون قهوه میخورم. سلامتی. خب عزیز من چیز جالبی تا فنجونت نمیبینم، متاسفانه تاله شوهر شما نه تنها بلند نیست که خیلی هم کوتاه، شما هم برمیخاطر خیلی رنج میبری از این قضیه، این بند خدا رو تحقیرش میکنی، کتکش میزنی، به خواهراش فوش میدی. نکن خواهر من، خشونت دیگه تو این دور زمونه جواب نمیده، البته فوش همچنان کار میکنه، نگرانش نباش. اتفاقا تاله شوهر منم کوتاه بود، این بند خدا رو هر سری میفرستادی میشه یه جایی بره دزدی، بلند میشد به این شکل لوس و حال به همزن، یه مش کتابشه رو آتش خالای دیگه برمیداشت میابرد خونه. دیگه یه روز نشستیم با احمد و محمد و کامبیزمون اقلامونو بریزیم رو هم ببینیم چیکار باید بکنیم با این شوهر خره خرفته من. بسرام قربونشون بشم، هر ستایشون بر این باور بودن که باید بابامون از درخ آویزون کنیم، بعد بلا نسبت این چی کتکش بزنیم تا درس عبرت بشه براش، کارش درست انجام بده. دیدم ایده خوب و جالبی به نظر میرسه، البته باید به لحاظ اجرایی بررسیش میکردم. این شد که ازشون پرسیدم خب حالا میگید باباتونو با چی بزنیم؟ گفتم با اره برقی. گفتم اره برقی خاموش؟ گفتن نه روشن. گفتم از این کوچیکا؟ گفتن نه از این بزرگا. گفتم از این ارزونا دیگه؟ گفتن نه از این آلمانی گرونا. گفتم خب اره برقی آلمانی داریم تو خونه؟ گفتن نه نداریم. گفتم پول داریم اره برقی آلمانی بخریم؟ گفتن نه نداریم. گفتم پول داریم اره برقی پاکستانی استوکشو بگیریم؟ گفتن نه نداریم. گفتم اصلا درخت هست تو محله ما که باباتون ازش آویزون بکنیم؟ گفتن نه، ما رو یا شکستیم یا آتیش زدیم. گفتم خب وقتی نه پول داریم نه درخت، میخوری درس مفت میزنید، بعدم پاشدیم هم کتک بزنیم؟ که یه مگسی از درز پنجره اومد تو، دید جو متشنجه، گفت دوستان نظرتون چیه؟ یه قلیون دو شیب خشخاش بار بذاریم، هم شما اعصابتون بیا سری جاش، هم من یه دودی بگیرم، به خدا زانوام درد میکنه. من ایده خوب و جالبی به نظر میرسه، به هم خاطر سری پا شدم یه داروش گذاشتم، محمدم قلیون آتیش کرد و جاتون خالی نشستیم قل و قل قلیون کشیدن. حالا نکش کی بکش، حالا نکش کی بکش. خلاصه سرتونه درد نیارم، همچی که فشار اومدش رو پنج صورتامون گل انداخت، همچی حسابی مهربون شدیم. محمد گفت حالا میگید چی کار کنیم؟ کامبیز گفت ما پاشو یه شهرام بندازی گلویم تر کنیم. مگسه تا اینو شنید گفت نه جونه داداش، این یکی رو دیگه پایه نیشتم، یه اون شنکوب میکنیم آها. بعدم گفت به جا خشونت رو باباتون کار فرهنگی بکنیم. این شد که پاشدیم رفتیم اهالی محل جمع کردیم تو کوچه، گفتیم دست جمعی رو شوهرم کار فرهنگی بکنیم. بنده خدا شوهرم تا اومد تو کوچه قشنگ هوش کردیم که خجالت بکشه، بعدش هم یه آفتاب انداختیم گردنش که حسابی تحقیر بشه. بعد به شکل خیلی فرهنگی هم ازش خواستیم که ار بکنه، همه بهش بخندیم، که یکی شوهرم زیر بار نمیرفت، نمیخواست انجام بده. حالا خوبیه گفتگو این هستش که بنبست تو کارش نیست خواهر من، به همین خاطر نشستیم با شوهرم صحبت کردیم، گفتیم ببین گوش بده، یا ار کن کف پا همه اهالی رم بوس کن، یا بلا نسبت اینه چی شلوارت جلو چش زن و بچه مردم عکس و فیلمت هم تو اینترنت پخش میکنیم دیگه خوددانی. خدا رو شکر شوهرم عقلشو به کار بست، قبول کرد همون ار بکنه. خلاصه میخوام بهت بگم خواهرم رو شوهرت کار فرنگی بکن، خشونت دیگه جواب نمیده. الان همین شوهر من بعد اون موقع که شلوارش آبروش همه جا بردیم، عکس و فیلمش همه جا پخش کردیم، دیگه خنگبازی در نمیاره، کارش درست داره انجام میده. الان هم خدا رو شکر چشش نکنم شده نامبر وان تبهکارهای خاورمیانه. ببین چه داعش و نمیدونم پلیس بین الملل هر کدوم جداگونه اینه چی دنبالشن. سرت درد نیارم، داریوش گوش بده خواهر من، البته پشت بند شهرام گوش ندی که خدای نکرده شنکوب میکنی، بعدش هم با خواهر شوهرات فوش بده، هیچ مسئله ای نداره. با مگس هم مهربون باش، به توصیه هاشون گوش بده، مخصوصا اگه مگسش اصلاح طلب باشه. زیاد ارزی نیست، شب بر شما نیکو.